نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنى المعاني وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان وليس كمثله ذهب ودر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این برنامه موضوعات مختلف و خواستن کلیپ‌هایی از کفریات و شرکیات آخوندهای رافضی رو خدمت شما عزیزان پخش خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این برنامه سبب روشنگری در بین جوانانی که در پی حق و حقیقت هستند و همه عزیزانی که از شرکیات و خرافات و خزعبلات آخوندی به تنگ آمدن باشند. کلیپی هست یکی از آخونده چند روز قبل یکی از دوستان برای من فرستاد. حالا ماشاءالله همه عزیزان، چه شیعیانی که به دنبال حق و حقیقت هستن، چه اهل سنت، رصد میکنن شرکیات و کفریات این آخوندها رو و پخش میکنن تا چهره منحوس اینها بیشتر برای مسلمانها آشکار بشه. با همین کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشاءالله در مورد این کلیپ صحبت هایی خواهیم داشت و یک سری مطالب دیگری رو هم از شما عزیزان ارائه خواهم داد. خب دلیل انتخاب این کلیپ این بود که هفته گذشته در دقایق پایانی برنامه دوستی تماس گرفتن و شبهه رو مطرح کردن که شبهه شاب به امرد بود و که دروغی که آخوندها بیان میکنن که خدای وهابیون یا خدای اهل سنت به شکل یک جوان موفرفری است و این دروغ رو به خورده مردم میدن. من گرچه حقیقت موضوع رو هفته گذشته بیان کردم، اما ما همیشه گفتیم دوستان اگر بخوان شبهات اینچنینی بیان بکنن، خب ما هم اینجا زیاد داریم مطالبی در مورد، حالا اینا میان دروغ میبندن به اهل سنت، اما ما واقعیت هایی داریم از کتاب های اینها و از علمای معتبر اینها که در هر موضوعی که باشه و همچنین در این مورد هم مطالبی هست که انشاءالله بعد از دیدن این کلیپ خدمت شما عزیزان بیان خواهم کرد. با هم این کلیپ رو ببینیم. موسی کلیم الله خیلی بزرگواره، پیغمبر اولوالعزم، کلیم الله، خدا تو قرآن میگه موسی من تو رو برای خودم خلق کردم، اینقدر رتبه داره. تو کوه طور یه نوری دید از حال رفت. امام صادق فرمود میدونی چه نوری بود؟ نور دوستان علی بن ابی طالب بود. دید موسی. قیاس نری تو وادی قیاس، اصلا به ما ربطی نداره. همین اندازه ما تو اعتقاداتمون میدونیم که همه انبیا قد غلام سیاه یا ابی عبدالله در این عالم معتبر نیستن. میای انبیا رو با زینب کبرا مقایسه میکنی؟ خب همه دین تو از دست میدی، چه قیاسیه؟ بله دوستان عزیز، دیدید که این آخون میگه که همه انبیا به اندازه
غلام سیاهی علی ابن ابی طالب هم نیستند. ما بارها خدمت شما عزیزان بیان کردیم که توهین ها و اهانت های اینها به ذات اقدس الهی و به پیامبران و به خود اهل بیت و به اصحاب و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم انتها نداره. من در مورد شبهه‌ای که در هفته گذشته اینها بیان کردن خدمت شما عزیزان مطالبی رو در اینجا بیان خواهم کرد از کتاب‌های خودشان، که مطلب اول رو دوستان عزیز اگر این سفر رو نشون بدن، این کتاب بحار الانوار هست، یکی از کتب معتبر اینها. اینم صفحه بعدش، اینم صفحه 171 باب 11 مطلب 51. در اینجا میگه که از ابی عبدالله از امام جعفر صادق قال ان الله لا يخاسر العبد المؤمن يوم القيامه، خداوند در روز قیامت دست خودش رو میگذاره بر به اصطلاح باسن بنده مؤمن در روز قیامت. و المؤمن يخاسر ربه يذكره ذنوبه، و همچنین آدم مؤمن هم دست رو میگذاره بر باسن پروردگارش و در اینجاست که خداوند اون رو یادآوری میکنه که گناهان چی بوده، چطوری بوده. قلت و ما یخاسر، قال فوضع یده علی خاسرته. بعد میگه که من پرسیدم یخاسر یعنی چی، بعد ایشون دستش رو روی باسنش گذاشت و گفت که یعنی اینجا میگذاره دستش رو. هاکذا یناجی الرجل منها اخاه فی الامر یسره الیه، همینطوری که ما برادرانمون به اصطلاح با هم دیگر این کار رو انجام میدیم. حالا دوستان عزیز، من زیاد نمیخوام در این مورد صحبت بکنم که این توهین و اهانت آشکاری است به الله سبحانه و تعالی. اونها از خدای به اصطلاح مفرفری صحبت میکنن و جوان هست و فلان، اما به نظر من خدایی که اینها بهش اعتقاد دارن یه خدای امجنس باز هست علیاذ بالله، که با این وضعیت حالا خب میتونی دستت رو شانش بگذاری، رو سینش بگذاری، رو پاش بگذاری، حالا چرا باید دستت رو در اونجا بگذاری مخاصره بکنی به قول آقای مجلسی. بله دیگه، این خدای اینا که بهش اعتقاد دارن به دروغ به امام جعفر صادق نسبت دادن، با شیعیان خلاصه شیعیان دستشون رو باسن پروردگارشون میگذارن و پروردگارشون هم دستش رو رو باسن شیعیان میگذارن و اینطوری با هم دیگه مناجات میکنن. بعد میگه بله پسر خوب، ببین تو فلان گناه رو کرده بودی، فلان گناه رو کرده بودی، بعد این گناهانش رو تک تک بهش یادآوری میکنه. من این رو برای نمونه خدمت شما عزیزان نشون دادم در اینجا، چون که اگر بخوان که این باب رو باز بکنن و بیان در مورد روایاتی که در کتب اهل سنت وجود داره و دروغ بگن و تعبیر و تفسیر نادرست بکنن و به این وسیله بخوان توهین بکنن و اعتقادات اهل سنت رو بد جلوه بدن در نزد مسلمان های در نزد شیعیان در رسانه هاشون، یا که عزیزانی بیان اینجا بخوان با سیاه‌نمایی این باب رو باز بکنن، ما هم مطالب زیادی داریم در مورد اعتقادات اینها که میتونیم بیان بکنیم. این از این مطلب که در این کتاب اومده. من از دوستان خواهش میکنم از همین الان شما تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن، در این هفته از شروع برنامه شما عزیزان میتونید زنگ بزنید، سوالاتتون یا شبهاتتون رو اگر که در رابطه با موضوع برنامه مطلبی دوست دارید بیان بکنید، ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مطلب دیگری که خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم در این کتاب هست، دوستان اگر نشان بدن، کتاب نور البراهین از اینم صفحه از نعمت الله جزایری است، کتاب نور البراهین اینم صفحه بعدش
و در اینجا در صفحه 301 این مطلب رو در اینجا آورده که در صفحه 309 و منها المغیریه قال مغیر ابن سعید الله على سورة رجل من نور على رأسه تاج، خداوند به صورت یک مردی هست از نور که در رأسش در سر این هم تاج هست و قلبه منبع الحکمه و قلب پروردگار منبع حکمت است. قالوا المراد بالامانه في قول الله تعالى ان عرضنا الامانه هي خلافه علي ابن ابي طالب، خلافه علي عليه السلام، و والانسان هو ابو بكر. خب اینجا طبعا توهین به خلفای راشدین هست. حملها بامر عمر حين ضمن ان يعينه على ذلك بشرط ان يجعل ابو بكر خلافه بعده له. میگه که بعدش هم منظور از حمله ها که به امر عمر بوده که شرط گذاشته بود برای ابوبکر، به شرطی من بادم کاری میکنم که بعد از تو من خلیفه بشم. و قول الله تعالی کمثل الشیطان، این آیه که میگه کمثل شیطان، آیه نزلت فی حق ابوبکر و عمر، این آیه نازل شده در حق ابوبکر و عمر. و هؤلاء یقولون الامام المنتظر هو زكريا ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي وهو حي مقيم في جبل حاجز الى ان يقوم بالخروج. خب المغيريه یکی از فرق شیعه است. خب طبعا میدونید که فرق مختلفی دارن شیعیان، یکی از فرقش مغیریه است و ما بارها گفتیم که شیعیان اثنی عشری تقریبا میشه گفت که جامع الخرافات همه فرق تشیع هستند. اونا هم اعتقاد دارن که امام مهدی منتظر زکریا ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی هست و او زنده است و در کوه حاجز در اونجا منتظر است تا اینکه امر خروج صادر بشه و ایشون به عنوان مهدی آخر زمان از اونجا خارج بشن. خب مانند این مطالب در کتاب های اینا زیاده. تشکر میکنم از دوستان. و همچنین در اینجا این مطلب رو خدمت شما عزیزان از کتاب جامع الخرافات بحار الانوار خدمت شما عزیزان نشون میدم که در صفحه 294 در جلد 98 این مطلب رو در اینجا خدمت شما عزیزان آورده که قال لی ابو عبدالله، امام جعفر صادق میفهمد که لما آت الحیره، در منطقه حیره که اومد، هل لک فی قبر الحسین، قلت و تزوره جعلت فداک، میخوای که زیارت قبر حسین رو بکنی؟ امام فرمود قال و کیف لا ازوره، چطور من زیارت نکنم قبر حسین را؟ والله یزوره فی کل لیلت الجمعه یحبت مع الملائکته إليه والأنبياء والأوصياء ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. میگه که چطور زیارت قبر حسین رو نکنم در حالی که خداوند زیارت میکنه قبر حسین رو در هر شب جمعه با ملائکه و انبیا و اوصیا میاد رو قبر حسین رو زیارت میکنه، یعنی خدایی که اینا بهش اعتقاد دارن از آسمان میاد قبر حسین رو زیارت میکنه. بعد میگه که محمد افضل انبیا هست و ما افضل اوصیا یا امامان. و قال صفوان به امام میگه که جعلت فداک فنزوره فی کل جمعه حتی ندرکو زیارت رب، پس میگه هر شب جمعه پس ما هم به زیارت حسین میریم که اونجا ما به اصطلاح هم حسین رو زیارت بکنیم هم خدا رو زیارت بکنیم. قال نعم یا صفوان، گفت بله. امام جعفر صادق میگه بله ای صفوان، الزم، بله این کار رو بکن، تکتب لک زیارت قبر حسین و ذالک تفصیل، بله این کار رو بکن و که این برای تو نوشته شود زیارت قبر حسین که از جمله به اصطلاح عبادات بزرگی هست که اینها اعتقاد دارن که خداوند قبر حسین رو به اصطلاح زیارت میکنه.
همچنین در مورد تجسیم در کتاب اصول کافی ما در این برنامه داریم، یعنی خدایی رو که این آخوندها بهشون اعتقادن. البته این حقیقت رو باید بگم که عموم شیعیان عزیز به این خزعبلات و خرافات اعتقاد ندارن، نه به حرفهای آخوندها و نه این خزعبلات و خرافاتی که در کتابهای اینها آمده است. اما این واقعیتی است که باید گفت که در کتابهای اینها مطالب بسیار سنگین و زشت و زننده‌ای در مورد ذات اقدس الهی آمده است. اصول کافی از جمله کتب اربعه است، از جمله معتبرترین کتاب‌های اینهاست و همان منزلتی رو که در نزد ما مسلمانان کتاب بخاری و مسلم داره، در نزد شیعیان این کتاب، کتاب اصول کافی، منزله همون منزلت کتاب صحیح بخاری رو داره. حالا در این کتاب ببینید دوستان، اگر نشون بدن این اصول کافی است، اینم چاپ سال 2008ش پیش ما هست، در اینجا در صفحه 60 در جلد اول این مطلب رو خدمت شما عزیزان در اینجا میخونم که در روایت 271 از علی ابی الحسن رضا علیه السلام روایت میکنه که فأکیناه له ان محمدا رأى ربه في صورة شاب موفق في سن ابناء 30 سنة وقلنا ان هشام بن سالم وصاحب الطاق والميسم يقولون انه اجوف الى سرة والبقية سمد. اینجا ببینید که اینهایی رو که هشام بن سالم و صاحب طاق و میسمی، اینا هست به اصطلاح راویان معتبر شیعه هستند که بسیاری از اعتقادات شیعه رو اینها در کتابهاشون روایت کردن و اینها به این اعتقاد داشتن که خداوند به صورت یک جوانی است، جوان به اصطلاح به سن و سال رسیده ای که در یعنی 30 سالگی است تقریبا و تو خالی هست، داخل خداوند خالی است علیاذ بالله. بعد امام میگه که فخر رساجدن لله ثم قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك. خدایا پروردگارا، اینا تو پاک هستی، تو رو نشناختن، تو رو به وحدانیت قبول ندارن، به خاطر همین تو رو به این صفات زشت وصف کردن. حالا ببینید که این سخنان امام در مورد هشام ابن سالم و صاحب طاق و میسمی هست که اینها از جمله به اصطلاح سران شیعیان محسوب میشن. تشکر میکنم. این مطلبی بود که در کتاب اصول کافی اینها آوردن در این مورد. اما مطلب دیگری که در اینجا خدمت شما عزیزان میخواهم نشون بدم، این رو از این کتاب عجایب قدرت آل محمد از سید علی عاشور است که از اینجا روایت میکنه که ابی عبدالله روایت میکنه، امام جعفر صادق، که در مورد از ایشون روایت شده که در مورد ولی الله اسماء الحسنى فادعوه بها، که خداوند اسمهای نیکویی دارد که با آنها الله را صدا بکنید. مثلا ما میگیم یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا کریم. میگه که گفت که نحنو والله الاسماء الحسنى، ما هستیم، یعنی ما امامان اسماء الحسنا هستیم، ولی که ما مسلمان اعتقاد داریم که خداوند 99 اسم و صفت زیبای الله سبحانه و تعالی است که ما هم شدیم که با این اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی رو بخوانیم. اما در این روایت میگه که امام قسم میخوره که والله ما هستیم اسماء الحسنا، ما امامان اسماء الحسنا هستیم که باید ما رو صدا بکنید. لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، خداوند از بندگان هیچ عملی رو قبول نمی کنه مگر اینکه
با ما آشنایی داشته باشن. جالب این است که این روایت رو کلینی با سند حسن، این رو به صلاح تحسینم کردن این سند رو، و در حدیث دیگری که از عیاشی روایت شده، نحن والله الاسماء الحسنى الذي لا يقبل من احد الا بمعرفتنا، ما اسماء الحسنى الهی هستیم که از هیچ کس عملی رو الله قبول نمیکنه الا اینکه ما رو بشناسن. قال علی علیه السلام فدعوه بها، با همین اسما الله سبحانه و تعالی رو شما باید چیکار بکنید؟ باید بخوانید. تشکر میکنم دوستان. این از این کتاب در مورد ذات اقدس الهی، یکی از اعتقاداتی که اینها دارند اعتقاد بدا هست، اعتقادی است که خداوند گاهی اوقات میاد چیکار میکنه، نظر خودش رو عوض میکنه، یا قبلا یه چیزی میخواسته اما یک چیزی برعکس دیگری اتفاق میفته. و این مطلب رو در اینجا در کتاب بهار الانوار دوستان اگر نشون بدن، در کتاب بهار الانوار این مطلب اومده در جلد 47 در صفحه 247، در اینجا این مطلب رو بیان میکنن که و میگن که فذکرت ذالک علی ابی عبدالله، در مورد میگه یک مردی آمد فقال لی تعال حتی اری که این رجل، کسی اومد گفت که خدا رو این مرد رو به تو نشان بدم، قال فذهب ما و قال فجاء انی لقام یشربون فیهم اسماعیل ابن جعفر فخرجت مغموما، پیش قومی رفتن که در بین اونها داشت شراب میخورد اسماعیل پسر امام جعفر صادق، میگه از اونجا ناراحت شدم و خارج شدم، فجئت الی هجر فاذا اسماعیل ابن جعفر متعلق بالبیت یبکی، در کنار خانه کعبه آمدن دیدن که اسماعیل پسر امام جعفر صادق چسبیده به پرده کعبه داره گریه میکنه، قد بل استار الکعبه بدموعی، بلکه پرده کعبه رو داشت با اشکانش تر کرده بود، فرجعت و اشتد و فعیده اسماعیل و جالس و ملقام، جای دیگه رفتم دیدم که اسماعیل با قومی نشسته، فرجعت و فعیده و آخذم به ستار کعبه، برگشتم دیدم که بعد اسماعیل دوباره به پرده کعبه چسبیده، قد بل لها به دموعهی، که با اشکانش این رو خیز کرده، قال فذكرت ذلك لابي عبد الله، میگه این مطلب رو به ابی عبد الله ذکر کردم، ایشان فرمود قد ابتلى ابني بشيطان يمثل في صورته، پسرم مبتلا شده به یک شیطانی که به شکل این پسرم چی میشه، ظاهر میشه در بین مردم، و این پسر امام جعفر صادق به اصطلاح امام بود بعد از ایشون که فوت میکنه، و بعد از اون میگن که بله در اینجا بدا رخ داد، یعنی خداوند اسماعیل رو امام تعیین کرده بود اما بعد دوباره رأی و نظرش عوض شد و خلاصه کسی دیگری رو به جاش امام تعیین کرد. این اعتقادی است که در مورد ذات اقدس الهی دارن، یک عقیده شرکی هست که متاسفانه در اینجا وجود داره. و همین مطلب رو در کتاب کمال الدین و تمام النعمه از قمی در اینجا همین مطلب رو آورده در صفحه 76 در جلد اول، بعد در اینجا یک مطلبی رو اضافه کرده که و همچنین روایت شده که شیطان، خب تناقضات در روایاتشون هم وجود داره، که لا یوسل فی صورت نبی ولا فی صورت وسیع نبی، شیطان به صورت نبی و به صورت وسیع نبی ظاهر نمیشه، فکیف یجوز ان ینص علیه بالامام مع هذا القول منه فی مسح هذا القول منه فیه، چطور امام اومد این رو جانشین خود تعیین کرد در حالی که شیطان به صورت ایشان می اومد چیکار میکرد، به اصطلاح تمثیل میکرد. این اعتقاداتی است که متاسفانه در کتاب های اینها وجود داره.
میان برنامه با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با ما همراه باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى قوموا إلى أبو أمامة باهلي رضي الله تعالى عنه فرمودند خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دو مرد یاد شد که یکی از آنها عابد است و دیگری عالم و دانشمند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برتری دانشمند بر عابد همانند برتری من نسبت به پایین ترین شماست. سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا الله و فرشتگان و اهل آسمان ها و زمین و حتی مورچه های داخل لانه و ماهیان داخل دریا برای معلمی که به مردم نیکی می آموزد دعای خیر می کنند. و به نوره تصف الحیا اکثر فی درب النبی صحب و اشراف قوموا إلى الدرب المضي اسمو ونرقى في چهارده خدایی تنها چهارده نفرند در عالم که مظهر صفات متضاد هم غریب هم هم اولن هم آخرن هم ظاهرن هم باطنن هم خالقن هم مخلوقن هم خالقن هم مخلوقن مثالی بیان می شود پس به آن گوش فرا دهید. کسانی را که به غیر از الله به کمک می خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای آفریدن مگس همه آنها جمع شوند. و اگر آن مگس چیزی را از آنان برو باید نمی توانند آن را از او پس بگیرند، هم طالب و هم مطلوب درمانده و ناتوانند. آیا انسانی که حتی نمیتواند شی ربوده شده توسط یک مگس را پس گیرد میتواند چیزی را خلق کند و سپس در او روح بدمد؟ و آیا مخلوق میتواند که خود خالق باشد و آن هم خالق هر آنچه الله تعالی خلق کرده و از جمله خودش؟ و کسانی که جز الله را به فریاد می خوانند چیزی نمی آفرینند و خودشان
آفریده می شوند. شریکان خیش که به غیر الله به فریاد می خوانید توجه کرده اید، نشان دهید که آنان چه چیزی را در زمین آفریده اند و یا در آفرینش آسمان ها مشارکت داشته اند. آیا به آنها کتابی داده ایم که از آن حجتی بر شرک خود داشته باشند؟ حق این است که ستمگران به هم دیگر جز از روی فریب وعده نمی دهند. برای بینندگان عزیز گرامی، دیدید این کلیپ رو و سخنان این آخوند رو که در مورد الله سبحانه و تعالی چگونه اعتقادات شرک‌آمیز خودشان رو بیان میکنن. شماره تلفن برنامه رو عزیزان زیرنویس کردن، همچنین شماره واتساپ رو هم زیرنویس کردن. شما عزیزان میتوانید هم از طریق تلفن و هم از طریق واتساپ تماس بگیرید و در برنامه شرکت کنید. در ادامه بحث اعتقادات اینها در مورد الله سبحانه و تعالی، من مطلب دیگری رو خدمت شما عزیزان در اینجا نشون میدم. این کتاب توحید شیخ صدوق هست. در این کتاب در این مطلب 19 رو در کتاب توحید خدمت شما عزیزان من میخونم. نوشته که یعقوب سراج میگوید به امام صادق عرض کردم بعضی از یاران ما گمان میکنند که صورت خداوند مانند صورت انسان است و دیگران میگویند صورت او مانند صورت شخصی است که دارای موهای پیچ در پیچ و کوتاه است.
در این هنگام امام صادق به سجده افتاد و سپس سر مبارک خود را بلند کرد و فرمود پاک از کسی که مثل او چیزی نیست و چشمه ها او را درک نمی کند و علمی نمی تواند او را در بر گیرد. ببینید که اینجا اعتراف می کنند که بعد از یاران امام همچین اعتقاداتی رو داشتند. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمید. سلام علیکم خوبصورت محترم بخیر هستم. سلامت باشید بفرمید. بخیر باشین. ما از افغانستان تماس گرفتیم. بفرمید. برنامه شما خوب برنامه است ماشاءالله. ما هر دفعه برنامه شما را میبینیم. سلامت باشید زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. بخیر باشین. دیگه اینجا استاد محترم یک افغانی خبیث نامش در تیک تاک فعالیت میکنه. چیز است به نام قنبر. درست. شما اونا رو دنبال میکنین؟ نه والا آشنایی ندارم. اونا علمه تو درس شیعه هستن. علمه تو بسیار کفرگویی میکنن. خدا هدایتشان بده برادر. خدا هدایتش بده. من میخواستم بگویم که شما اونا را یک غیر همه تو جروباست میکنن که مردم میگه والا از کتاب های شما ثابت میکنن که مذهب شما خراب است، دین شما خراب است، دیگه ابوبکر عمر هم توهین میکنن، پیغمبر هم توهین میکنن، دیگه علم تو بسیار فحش میده. درست. خب متاسفانه این اعتقادات اینها است. آخوندها اینا را همینطور تربیت کردن. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. سلامت باشید. بله خب متاسفانه هستن کسانی که در مدرسه آخوندها بزرگ بشن، تربیت بشن، غیر از توهین و اهانت و بدگویی به همسران و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دیگری ندارن. این متاسفانه هست در اعتقادات اینها. بیننده گرامی بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد سوالی داشتم از آخوندها. بفرمایید. اگر حکومت علی و حکومت عمر را با هم قیاس کنیم، کارهایی که عمر در حکومت کرده است و کارهایی که علی در حکومت کرده است و به مردم بگوییم که امروز یعنی در سال 1401 یک نفر را بین این دو نفر برای ادای حکومت انتخاب کنیم، مردم کدام را انتخاب خواهند کرد؟ علی در حکومت به خیشان خودش حکومت را داد، علی به انتقاد حسن برای جنگ با معاویه گوش نکرد و چند جا حسن با پدر خودش مخالفت کرد، اما علی راه خودش را رفت. علی تخصص را بر تعهد ترجیح نداد و افرادی را که فقط اهل نماز و دین بودند را رأس حکومت می‌گذاشت. علی بیت المال را بین مردم مساوی تقسیم کرد و صحابه آمدند و به ایشان گفتند که پیغمبر به ما بیشتر میداد و ایشان راه خودش را رفت. علی به حسن و حسین هم پست و مقامی نداد و اینها اهل سیاست نبودند، چون اگر اهل سیاست بودند حتما علی حکومت بصره را به آنها میداد. آیا مردم الگویی مثل عمر را امروز قبول می کنند که برخلاف این دستوراتی که علی انجام داد انجام داد؟ ما باید قبول کنیم که علی اهل جنگ بود و
رزم قویی داشت، اما در سیاست به پای عمر نمی رسید. نه اینکه ما علی را قبول نداریم، نه اینکه علی بهشتی نیست، اما وقتی بین دو نفر نگاه میکنیم میبینیم عمر خیلی بهتر عمل کرده است. استاد، اگر امثال این شماها بیایند چهار خلیفه را نقد کنند، خوبیهایشان را بگویند و نقدی هم بر کارهای بعضی از کارهایشان داشته باشند، این غلاف از چشم شیعیان میافتد. شیعیان اعتقاد دارند امامانشان اشتباه که نکردهاند هیچ فکر اشتباهی هم نداشتند. خود علی در نهج البلاغه میفرماید: ای عمر، تو وقتی به خلافت رسیدی شطور خلافت را زانویش را خوب بر زمین زدی. آن وقتی که مال بیت المال دست تو بود، مال بیت المال را بین مردم خوب تقسیم کردی و تا وقتی تو خلیفه بودی دین به کجی نرفت و با کمترین اشتباه از دنیا رفتی. حال ملت قضاوت کند که آیا عمر اهل حکومت و سیاست بود یا علی بهتر عمل کرد. حسین هم که با کسی مشورت نکرد و به سمت کربلا رفت. حتی در نزدیکی کوفه هم به آنها گفت که میخواهم برگردم. اینجا هم حسین اهل سیاست نبود به نظر من، و اگر میدانست که این کوفیان اهل نفاق هستند مطمئنن به آنجا نمیرفت. اما حسن بهتر از این دو عمل کرد و تشخیص داد که باید چه کاری انجام بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز. ببینید، دقیقا شما مطالبی رو ارائه کردید که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله وقتی که میاد در جواب خزعبلات ابن مطهر حلی همینا رو بیان میکنه. این خدای نکرده به معنی توهین به علی نیست رضی الله تعالی عنه اجمعین، بلکه نشاندنده این است که نه علی معصوم بود، نه حسن، نه حسین، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، هیچ کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم معصوم نبودن، اشتباهات داشتن و گاهی اوقات به خطا می رفتن که در این مورد مطالب زیادی در خود کتب شیعیان آمده است. همین قضیه مثلا جنگ سیدنا علی با معاویه، بعد از اون صلح. اگر بگیم که خب جنگ درست بود، پس چرا صلح کرد؟ من در هفته گذشته گفتم که فرقه خوارج، همین داعشیایی که امروز هستن، اصل فکر تکفیری و خارجی از کجا نشأت گرفت؟ از لشکر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. عده اومدن گفتن بابا این علی عجب آدمیه، یک روزی می جنگه، یک روزی صلح میکنه، بعدم اومده دو تا حکم تعیین کرده، یک حکم از طرف معاویه و یک حکم از طرف علی، ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص، و این حکمین اومدن خب حکم به صلح دادن، در حالی که حکم از آن الله است، ان الحکم الا لله. فبه خاطر همین ام معاویه کافر شده، ام علی کافر شده، حکم تکفیر هر دو تا رو صادر کردن و بعد از اون رفتن کشتن اینها رو. این متاسفانه اعتقاداتی است که اینها قضیه عصمت رو که بیان میکنن از این مسائل چشم پوشی میکنن. بعد امام حسن میاد با همین معاویه چیکار میکنه؟ صلح میکنه و کلن خلافت امت اسلامی رو به کی واگذار میکنه؟ به معاویه واگذار میکنه. پس حالا علی اشتباه کرد، حسین اشتباه کرد، حسن اشتباه کرد، کی اشتباه کرد؟ این رو باید این تناقضات رو پاسخ بدن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. حالتون خوب انشالله؟ سلامتی؟ زنده باشید. سلامت باشید. راستش من در اول برنامه تماس گرفتم و خارج از بحث صحبت کردم. خواستم اولا هم عذرخواهی کنم، چون متوجه شدم دیگه بعد از این سوالاتی که من پرسیدم تنش ایجاد میشه واسه برنامه تو. بعد انشالله سعی میکنم راجع به موضوع از این روز راجع به موضوع برنامه صحبت کنم انشالله. ممنون از شما. اگه خاطر
ممنون از شما، تشکر میکنم. زنده باشی. خیلی کاری شما بزرگی بود، انشالله تکرار نمیشه. زنده باشی، تشکر از شما. در واقع سیم با برنامه های مختلف و هزینه زیاد در هر شستشوی مرغی جوان ها شدن کاملا واضح تو شبکه های اینستاگرام، یوتیوب، همه جا. همین شبهاتی که مطرح میکنن در واقع اصول دین شخصی خودشونه، حالا به اهل سنت نسبت میدن و حالا با این برنامه ها باعث تنش میکنن بین تمام شبکه ها و برنامه های ایجاد شده. خواهم همین، همه اتخایی کنم، همین انشالله از این راجع موضوع برنامه صحبت کنم. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. سلامت باشید، تشکر از شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. من این تماس رو هم بگیریم، بعد مطلبی که این برادر عزیزمون بیان کردن خدمت شما عزیزان از نهج البلاغه نشون خواهم داد. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونشون رو خاموش بکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمید. الو. بله سلام علیکم، بفرمید. بیننده گرامی بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بیننده گرامی بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. شبتون بخیر. شب شما بخیر. آقای انصاری معذرت میخوام، من یه الان نمیدونم اسمش آیه بذارم، سوره بذارم، توی کتابی خوندم، این نمیدونم حالا تو قرآن اومده یا تو چیز اومده، اینو قربونت میخواستم من واسه بخونم بگید چی هستش. بفرمید. اعوذ من شیطان رجیم، بسم الرحیم، سبحان الذی لم یزل سبحان ولی عالم المتعال، لا اله الا الله محمد رسول الله، المختار ابو بکر صدیق صاحب غار، عمر الفاروق سید الابرار، عثمان ذو النور سید الاخیار، و علی قاتل کفار، یا مغلب القلوب و الافسار، سبت قلوب الادین کتاعت که بحرمت چاریار به رحمت که یار همه را. خیلی ممنون میشم از زور اگه جواب. والا این آیه قرآن هم نیست، حدیث صحیح هم نیست، گرچه در اون وصف پیامبر و صحابه هست، اما درش کلمات غلو آمیز هست که شایسته نیست که ما اینا رو تکرار بکنیم. تشکر میکنم از شما. زنده باشید. دوستان عزیز، بعضی از دعا میشه گفت، حالا نمیدونم کتابای قدیمی هست و بعضی خونه میشه پیدا کرد درش مطالبی هست که به اصطلاح در اون غلو و افراط هست، چه در حق صحابه باشه در حق پیامبر باشه جایز نیست. برای ما تنها اون ادعیه و ذکرهایی که در قرآن کریم آمده و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده رو باید بخوانیم، و خارج از این هیچ دعایی رو که سندی نداشته باشه و دلیلی از قرآن و سنت صحیح در برای اثباتش وجود نداشته باشه تکرار کردنش جایز نیست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. سوالی داشتم خواستم بپرسم. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ قاسم هستم، از کابل زنگ زدم. آقا قاسم بفرمید. آقای انصاری، شما و تمامی اهل سنت که همیشه شیعیان رو متهم کردید که شیعیان غیر از خدا مثلا 12 تا امام دیگر هم به عنوان خدا مثلا به اندازه خدا دارن مثلا قبول دارن، درست؟ این مشک هست. من میخوام بپرسم که آقای انصاری، شما این گفته پیامبر رو قبول دارید که فرمودن من در میان شما دو چیز رو میگذارم، یکی قرآن و یکی اطلاع یا همون اهل بیت، این قبول دارید یا نه؟ خب چه ربطی داره به خواستن اونها؟ خواستن نیست. خب اینجا شما دارید بگم شما فکر ما اینکه مثلا ما 12 تا امامو خدا داریم حساب میکنیم، ولی
اینجوری نیست، ما پیروی میکنیم، الگو قرار دادیم. الان مثلا این آخونده، این کلیپی رو که من گذاشتم لحظاتی پیش شما دیدی، مگه اینا آخونده شما نیستن؟ مگه شما یا علی نمیگید؟ مگر شما یا علی نمیگید یا فاطمه زهرا نمیگید؟ مگر به قبرهای اونها میرید؟ امام رضا میرید؟ مثلا حضرت معصومه میرید؟ کربلا؟ اشکال داره دوست عزیز؟ مثلا این همه پرچم دستتون، این همه پرچم دستتون در تظاهرات ها روزای عاشورا، یا مهدی ادرکنی، ای مهدی به دادم برس. برادر عزیز ببینید، من ببینید، ما نمیگیم که شیعیان، من میام رو سوال شما میام. ببینید، من شما شیعه، من سنی، ما یک قرآن داریم، یک پیامبر داریم، یک قبله داریم. یعنی ما میتونیم اگر که واقع گرا باشیم، ما خیلی مشترکات فراوانی در بین خودمون داریم. مثلا بیایم همین قرآن رو اصل قرار بدیم، قرآن رو اصل قرار بدیم. من در هفته گذشته صحبت کردم، گفتم که اگر ما بخوایم وحدت واقعی بین شیعه و سنی بیاریم، باید یک اصلی داشته باشیم. مثل یک خونه ای که شما میخواهید مثلا 10 طبقه خونه بسازید، اول این اساسات و پایه های این خونه رو، ستون های این خونه رو قوی میکنید، درسته؟ ما الان بیایم همین اساس وحدت، پایه وحدت، ستون وحدت رو قرآن قرار بدیم. مگر خداوند نگفته که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید که قرآن کریم است و متفرق نشوید. بیایید من یک سنی، شما یک برادر عزیز شیعه، بیایید به قرآن چنگ بزنیم. قرآن به ما میگه غیر از خدا رو نخوانید. فلا تدعو مع الله احدا، غیر از خدا کسی دیگری رو نخوانید. بعد از اون آخوندا میان میگن که نه بخوانید. نه نه جان برادر، ببین برادر عزیز، ما همین 12 امامی رو که شما قبول دارید، غیر از حضرت مهدی که ما میگیم به دنیا نیامده، شما میگید به دنیا آمده، به بقیه همین امامانی که شما بهشون اعتقاد دارید، اگر ما در نمازمون به اینها صلوات نفرستیم، نمازمون درست نیست. ما این اماما رو بیشتر از شما دوست داریم، اما در حقشون غلوب نمی کنیم، از اونها کمک و مدد و یاری نمی جوییم. چرا؟ چون که الله سبحانه و تعالی به ما فرموده که باید بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را می پرستیم و تنها ای پروردگار از تو یاری و مدد می جوییم. ما اینا را، بله، ما این امامان را به عنوان اولیاء الله، به عنوان انسانهای بزرگ، به عنوان راهنما، به عنوان امام، به عنوان رهبر، به عنوان مرشد، به عنوان ولی قبولشون داریم. اما اینها نمیتونن کارهایی را انجام بدن که الله سبحانه و تعالی انجام میده. مثلا امام نمیتونه به ما رزق بده، امام نمیتونه در حل مشکلاتمون به ما کمک بکنه، امام نمیتونه که رزق و روزی ما را زیاد بکنه یا کم بکنه. هیچ یک از این اموری که جز صفات ویژه الله سبحانه و تعالی است، امام نمیتونه انجام بده. پس ما با شما مشکلی نداریم، مشکل ما بفرمایید. بفرمایید برای من. این حرفو نزده بود که من در میان شما یه قرآن گذاشتم، یه اهل بیت. خب ادامه‌اش رو بخونید. خب پیروی کنید، نگفته که اونا رو بخونید. خب ما داریم پیروی میکنیم. خب شما کجا پیروی کردید آقای انصاری؟ شما اهل سنت، اگه این اهل بیت ما رو قبول ندارید، اینا شما آماده اید، شما آماده اید یک بحث ببینید. برادر عزیز، الان گفتیم که ما از اهل بیت پیامبر، ما اهل سنت بیشتر از شما پیروی میکنیم. الان من از شما یک سوال دارم، شما الان که بخواید متوسل بشید به الله، مگر به امامان متوسل نمیشید؟ کجا؟
برای خواستن حاجتی از الله سبحانه و تعالی مگر به امامان متوسل نمیشید؟ نخیر، ما مستقیم به خدا توسل میکنیم. خب همه شیعیان به امامان متوسل میشن، مگه شما کربلا نمیرید، امام رضا نمیرید، برای چی میرید اونجا؟ کربلا میریم به خاطر احترام اون بزرگا، به خاطر احترام این که یا حسین. الان رو گنبد امام حسین اونجا ببینید نوشته یا حسین، پرچمی که اونجا زدن نوشته یا مهدی ادرکنا. مگر اینا شرک نیست؟ خواستن غیر خدا نیست؟ صدا دادن اسمشونه، یا اینکه ما مثلا اونها رو خدا قرار بدیم یا که از اونها چیزی رو بخوایم، اون چیزا نیست. ببینید الان شما مثلا شما الان وقتی که میگید ما به امامان متوسل نمیشیم، پس شما شیعه نیستید. چون مگه دعای توسل خب نیستید. ببینید مگر شما خب مگر شما دعای توسل نمیخونید؟ این دعای توسل رو بخونید برای من بشنوم. سراسر شرک است، سراسر کفر است. آقای انصاری اصلا شما درست میگید. نه میایین روی همین سخن پیامبر گفته بود من در میان شما دو چیز میذارم، یکی قرآن یکی عترت، یعنی همون اهل بیت. خب شما اگه میگید که ما 12 11 تا امامو بیشتر شما شیعیان قبول داریم، پس چرا امام حنفی یا امام شافعی یا امام حنبل یا امام مالکی رو شما گذاشتید رئیس مذهبتون؟ چرا یکی از این اهل بیت رو نذاشتید رئیس مذهبتون؟ ببینید اونا رئیس مذهب به عنوان این نیستن که ما از اونها پیروی میکنیم. ما هرگز حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی از امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد ابن حنبل و امام شافعی پیروی نمیکنن. یعنی از اونها هرگز پیروی نمیکنن. اونها فقط اومدن چیکار کردن؟ اومدن حرفهای پیامبر، احادیث پیامبر رو برای ما شرح دادن، توضیح دادن، فقط لا غیر، بیشتر از این نکردن. دقیقا مثل که این که شما مثلا الان میخواید برید مثلا در مورد طلاق یک سوال دارید، شما نمیرید از هر انسان بپرسید، میرید پیش مرجع تقلیدتون میپرسید. مثلا مرجع تقلید شما کیه؟ مثلا میگم آقای مکارم شیرازیه. میرید دفتر آقای مکارم شیرازی از ایشون میپرسید، چون که آقای مکارم شیرازی رو به عنوان یک مرجع تقلید در مذهبتون قبول دارید. دقیقا امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک هم برای ما اهل سنت مثل همین مرجع تقلید هستن. ما مسائل فقهی دینمون رو میریم از اونا میپرسیم، اونا به ما میگن که بله این کار درست است یا درست نیست. اونا هیچ وقت نمیان در مسائل اعتقادی برای ما خط و نشان بکشن، چون مسائل اعتقادی مسائلی است که ما از قرآن و سنت میگیریم و در اعتقادات همه با هم مشترک هستن. الان مثلا شما الان نگاه کنین، یک لحظه شما الان نگاه کنید، این صفحه آقای آیت الله انصاریان هست که دیگه میشناسید ایشون رو، یکی از مراجع هستن در ایران. دوستان نشون بدن من الان دعای توسل رو اینجا آوردم. ببینید اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک النبی الرحمه محمد صلی الله علیه و آله، یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا، بعد از اون یا حسن، یا امیر المومنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت الله علی خلقی، یا سید، همه اینا توسل است. بعد میگه و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی آجاتنا یا وجیحتن عند الله. خب اینا مگه اینا شیعه نیستن؟ اینا خوندا یا شما شیعه تر هستید از اینا؟ نمیدونم بالا. من با شما ببینید والله من برای شما الان ثابت میکنم، بله من برای شما ثابت میکنم که من نسبت به آیت الله انصاریان و همه مراجع شیعه علی رو بیشتر قبول دارم. نظرتون چیه؟ پس این معنای سخن پیامبر چی بود؟
که شما از اهل بیت من پیروی کنید. خب ما داریم پیروی میکنیم، ما داریم پیروی میکنیم. الان من برای شما ثابت میکنم پیروی میکنیم. الان شما یک آخوندی رو، یک آیت اللهی رو، یک مرجع تقلیدی رو بیارید که بگه که دعای توسل جایز نیست. الان من خدمت شما میخونم، میگه که یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایو المجتبی، اینو به امام مجتبی میگه، خب یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. ببینید چی میگه، میگه که ای امام مجتبی، ای فرزند رسول الله، ای حجت الله خلق، نمیدونم فلان، ما به تو توجه میکنیم، ما تو رو شفیع خودمون قرار میدیم، ما به تو متوسل میشویم و تو رو در بین خودمون و حاجاتمون که از خدا میخواییم قرار میدیم و ای وجیهن اندالله، ای که تو در پیش خدا آبرو داری، اشفع لنا اندالله، شفاعت ما رو بکن در پیش خدا. این جملاتی که اینجا نوشته، این جملات شرکی است. این توسل یک توسل شرکی است. خداوند میگه که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گردن نزدیکتریم، ادعونی استجب لکم، از من بخواهید تا شما را اجابت بکنم. الان شما در بین کل شیعیان جهان یک شیعه سراغ دارید که بگه این دعای توسل جایز نیست؟ همه میخوانند و همه قبولش دارن، درسته یا نه؟ خب الان من ثابت میکنم ما قبول نداریم. گوش کنید دوست عزیز، بیاید به یک نتیجه برسیم، بیاید به نتیجه برسیم. یک لحظه، خب معنایش همه میدونن برادر عزیز، معنایش همه میدونن. الان ببینید، همه شیعیان توسل به ائمه رو قبول دارن، درسته یا نه؟ یک لحظه شما ببینید، میخواییم به یک نتیجه برسیم دوست عزیز، من بعدم فرصت میدم شما صحبت کنید. الان همه شیعیان توسل به امامان رو قبول دارن یا ندارن؟ توسل به امامان قبول دارن چون خب تمام قبول دارن. انسان‌های پرهیزگار می‌بینم، درست، یا آبرویی پیش خداوند دارن، درست، که اونا پیش خداوند واسطه میشن، درست، آفرین، همین، درست. الان من سنی میگم که ما فقط باید به اعمال نیکمون، به صفات الله سبحانه و تعالی، به تلاوت قرآن، به پیروی از پیامبر و به اعمال شایسته و نیکویی که انجام میدیم به الله متوسل بشیم. این اعتقاد من سنی است. پیروی از اهل بیت، اهل بیت مگر غیر از سنت پیامبر چیز دیگری میگفتن؟ من اینجا صحابه هم نگفتم، چون که ما ببینید، ما صحابه و اهل بیت رو به عینهی از اونها پیروی نمی کنیم. اگر که اونها از قال الله قال رسول به ما گفتن پیروی میکنیم. ما نمیگیم قال عمر رو میزنیم به دیوار، قال ابوبکر رو میزنیم به دیوار، قال عثمان رو میزنیم به دیوار، قال عایشه رو میزنیم به دیوار. اونا به ما وقتی میگن که قال، ما میگیم قال عایشه، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا عمر روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما از صحابه پیروی نمیکنیم، ما از الله و رسولش پیروی میکنیم. الان ببینید، ما میخواییم به یک نتیجه برسیم. این دعای توسل رو، یک لحظه برادر عزیز، خیلی عذر میخوام، سفارش کرده بود به روی چشمان ما، قبول دارم. الان بیایم سر مسئله توسل. همه شیعیان جهان میگن که توسل باید به امامان 12 گانه بشه، چون اینا در پیش خدا جایگاه دارن. لحظاتی پیش شما هم همین رو فرمودید. الان من میگم که برادر، من از تو شیعترم، من علی رو بیشتر از تو قبول دارم، من پیرو علی هستم، من از علی اطاعت میکنم، دلیلم هم از خود کتاب علی برات میارم. الان ببینید اینجا، این نامه خطبه 110 نهج البلاغه، دوستان این سفر رو نشون بدن. این کتاب نهج البلاغه است، کتاب که به اصطلاح سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نوشته و خطبه ها و به اصطلاح روایات ایشون هست. این کتاب نهج البلاغه ما هم چاپ نکردیم، خدا شاهد وهابی هم چاپ نکردن، علسان خودتون چاپ کردید، در قم هم چاپ شده و آقای حجت الاسلام دشتی هم اینو اومده ترجمه کرده. بله بله بفرمایید. بله خب من الان خطبه 110 نهج البلاغه را خدمت شما برادر عزیز میخونم. ببینید که الان من شیعه هستم یا شما، من پیرو اهل بیت هستم یا شما پیرو اهل بیت هستید.
در خطبه 110 نهج البلاغه حضرت علی میگه که دوستان عزیز شیعه خطبه 110 نهج البلاغه رو باز بکنید، هر کدومتون تو خونه نهج البلاغه دارید، خطبه 110 نهج البلاغه میفرماید که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله، افضل ترین چیزی که انسان هایی که توسل می جویند به الله سبحانه و تعالی که باید به آن متوسل شوند چی است؟ الایمان به، ایمان به الله و به رسوله و ایمان به پیامبرش، و الجهاد فی سبیله و جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، فانه ذروه الاسلام، این رأس قله اسلام است، و کلمه الاخلاص فانها فطره، و کلمه اخلاص یعنی شهادتین، و اقامت الصلاه فانها مله، اقامت نماز، نماز برپا داشتن، و ایتاء الزکات، زکات دادن، فانها فریضه واجبه، که این فرض است و واجب است، و صوم رمضان که روزه گرفتن در ماه رمضان، فانها جنته من العقاب، که این سفری است در مقابل عذاب، و حج البيت و حج بیت الله، و اعتماره فانهما ينفيان الفقر، حج و عمره کردن که فقر رو از انسان دور میکنه، و یرهدان الذن و گناهان رو پاک میکنه، و صله الرحم یعنی با خویشاوندان نیکی کردن، فانها مطرات فی المال که مال انسان رو زیاد میکنه، و منسات فی الاجل که به اصطلاح عمر انسان رو طولانی میکنه، و صدقه السر فانها تکفر الخطیه، صدقه که در پنهان باشه که گناهان انسان رو پاک میکنه، و صدقه العلانیه صدقه آشکار فانها تدفع میتت السو که مرگ بد رو مرگ سو رو از انسان دور میکنه، و ثناء المعروف کارهای نیکو انجام دادن، افیدو فی ذکر الله ذکر الله رو بکنید، فانها احسن الذکر که بهترین ذکر هاست، و ارغبو فیها وعد المتقین فان وعده اصدق الوعد. ببینید در تمام این خطبه یک جا نگفته که یا ایها الناس به من و فرزندان من متوسل بشید. الان من شیعه علی هستم یا شما؟ بفرمایید آقای انصاری. این گفته های حضرت علی ما قبول داریم، همشون هم عمل میکنیم، نمیکنیم، خودش هم میکنیم، حجش هم میریم، همه کارهایی که اینجا گفته رو ما انجام میدیم. پس چرا متوسل میشید؟ پس چرا متوسل میشید؟ چرا متوسل میشید؟ در این فرق ما شیعیان و اهل سنت اینه که شما اهل سنت اهل بیت پیامبر و انسانهای عادی خیال میکنید. نه خیر، اونا انسانهای عادی نیستن، اونا یک آبرو پرهیزگار بودن، با ایمان بودن، با تقوا بودن، پیش خدا یه آبرویی داره، و خود پیامبر هم سفارش کرده که بعد از من شما از اینا پیروی کنید، گمراه نشید. کار داریم انجام میدیم و اونا رو یه آدمای خاص خداوند، آدمای انسانهای پرهیزگار قرار داده. ولی شما فکر میکنید که مثل بقیه آدم ها، مثل یزید و فلان و فلان و فلان، اونا مرتکب گناه یا مرتکب جنایت میشن. شما یه عقیده ای دارید. کی گفته این رو به شما؟ اینو خب معلومه دیگه، از رفتارتون، از صحبتاتون معلومه این کارو. ببینید ما میگیم که امامان بشری هستن مثل ما، امامان بشری هستن مثل ما، همونطوری که رسول حالا این هر هستن، ولی بشر با تقوا با ایمان. خب با تقوا با ایمانشون برای خودشون، اما ما چرا به اونا متوسل بشیم؟ خب همینجاست متوسل شدم وقتی که پیامبر صفحه من برای شما. پیامبر در کجا گفته که به اینها متوسل بشیم؟ دوست عزیز الان امام علی در خطبه ده نهج البلاغه میگه که به من متوسل نشید، به قرآن متوسل بشید، به سنت متوسل بشید، به اعمال نیکتون متوسل بشید. شما میگید نه، باید به علی و فاطمه و حسن و حسین متوسل بشیم. الان شما این دلیلتون از کجاست؟ علی گفته که به من متوسل بشید؟ منظورت از متوسل شدن چی؟ یعنی چی رو میخواد؟ شما اینو به من لحظات پیش دعای توسل رو خوندم براتون. آقای انصاری من چه شیعه هستم؟ من از خدا میخوام، فقط میرم اگه رفتم حرم امام علی یا امام حسین، فقط میگم که به احترامشون میرم، میگم شما آبرو دارید چه خداوند، نه شما واسطه بشید،
من از اونا چیز همین نمیخوام. در کجا گفته؟ در کجا حضرت علی گفته که برید حرم یکی از فرزندان من اون رو واسطه قرار بدید؟ در کجا گفته؟ حالا حضرت علی که مجبور نبوده بیاد همچین حرفی بزنه. خب مگه شما نمیگید شیعه علی هستم؟ شیعه علی هستم، بله بله. خب در کجا گفته که ای شیعه من برو به من متوسل شو؟ در کجا گفته؟ همین خطبه 110 نهج البلاغه، اموری که باید انسان به اون متوسل بشه رو گفته. در اینجا نگفته به فرزندان من متوسل بشید. برادر عزیز، برادر عزیز، من یه چیز بگم. همین توسلی که شما بهش اعتقاد دارید، همین توسل و واسطه‌ای که شما بهش اعتقاد دارید، یک عقیده‌ای است که مشرکین زمان پیامبر داشتن. وقتی پیامبر و حضرت علی میرفتن پیش مشرکین میگفتن که ای ابو جهل، ای ابو لهب، تو چرا این بت‌ها رو میپرستی؟ میدونی چی میگفت؟ میگفت ما این بت‌ها رو نمیپرستیم، ما خدا رو میپرستیم. اما این بت به تصویر به اصطلاح چهره یک انسان صالحی که در بین اونها از جمله اولیا محسوب میشد، به چهره اون این بت رو ساخته بودن. میگفتن که این واسطه هست بین ما و بین خدا. دقیقا همین حرفی که لحظات پیش شما گفتید. شما به صفحه تلویزیون نگاه بکنید، من این آیه را خدمتتون نشون بدم. در سوره زمر آیه 3 الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا لله دین الخالص، آیا مگر دین خالص و بدون شرک تنها برای الله نیست؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که اولیایی رو غیر از الله میخوانند چی میگن؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو پرستش نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، ما رو نداریم، ما آبرو نداریم پیش خدا، اینها ما رو به خدا نزدیک می کنن، اینا واسطه ما هستن، اینا وسیله رسیدن ما به خدا هستن. اگر حرف دیگری ندارید با شما خداحافظی می کنیم برادر. جان برادر، والله من شما رو دوست دارم، من شما رو دوست دارم. برادر عزیز شیعه، برادر عزیز شیعه، برادر عزیز شیعه، یک روایت از یکی از ائمه اهل بیت بیارید که گفته باشن که شما به ما متوسل بشید. باشه آقای عزیز، شما درست میگید، شما درست. زنده باشید، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. دوست عزیز، مسئله این نیست که من اصلا بخوام که ما شما بحث بکنیم، جدال بکنیم، من شما رو محکوم بکنم. من چقدر فرصت به شما دادم. میگم من از تو شیعه ترم، من شیعه علیم، ما اهل سنت پیرو به اهل بیتیم. اهل بیت در هیچ جا نگفتن که شما بیاید ما رو واسطه قرار بدید بین خودتون و پروردگارتون. شما برید صحیفه سجادیه رو بخونید، دعای امام زین العابدین رو بخونید، در یک جا نگفته که ای خدای من، من متوسل می شوم به علی ابن ابی طالب جد بزرگ بارم و او را واسطه بین خودم و تو قرار میدم، چون من زین العابدینم، او علی ابن ابی طالب بود. کجا گفته این رو؟ مستقیم از خدا خواسته. چون اصلا پیامبر برای چی اومد؟ پیامبر برای این اومد که همین واسطه و واسطه بازی را از بین ببره، این پارتی بازی رو از بین ببره. این بوت لات هست، این بوت منات هست، این بوت هوبل هست، این بوت فلان هست، این رزق میده، این روزی میده. الان همین کار رو دارن میکنن. زیارت امام رضا هست، این بخش زایمان هست، این بخش نمیدونم فلان هست، یکی میاد فرزند میخواد، یکی میاد نمیدونم این میخواد، یکی میاد اون میخواد. خب اهل بیت اینو نگفتن. الان تو پیرو به اهل بیت هست یا من؟ یک کم فکر بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای ببخشید پامیتون یادم رفت. انصاری هستم، در خدمت شما، بفرمایید. آره، میخوام یه چند کلمه به این برادر صحبت کنم. بفرمایید. تلفن رو قطع کرد. اول اینکه این بنده خدا فقه دین، فقه اهل سنت و اصول دین و فروع دین، اینا رو همه با همش قاطی کرده بود. یعنی فکر می‌کرد مثلا ما می‌گیم امام شافعی با فقه، مثلا تا کجا مثلا دستمون
درست. این بند خدا هنوز نمیدونه که ما اصول دینمون طبق اصول دینمون تو قرآن ثابت شده. ما از رسول الله اهل سنت اصول صلی الله علیه وسلم از الله علیه و سلم از رسول الله مستقیم گرفت و طبق آیه قرآن میگه رسول الله میگه انا بشری مثل کن، من بشری مثل شما هستم. ما هم طبق این آیه قرآن رسول الله را بشر میدونیم. درست. این اولیاء الله که امام حسین اینا هستن، خاک پای اونا هست، درمه چشمونه، ما اونا را میذاریم رو سرمون. اما امام حسینی که ندونست شیعه کلاه میذارن درش میبرنش اونجا، امام حسینی که نتونست تو دو مدی زمین آب برای بچه‌هاش بیاره بیرون، امام حسینی که نتونست از بچه‌هاش دفاع کنه، امام حسینی که نتونست، یعنی علم غیب نداشت، اگه علم غیب داشت میتونست این بچه‌هاش نبره اونجا و اینا رو به کشتن نده. امام حسینی که زنده‌اش نتونست از بچه‌اش دفاع کنه، امام حسینی که نتونست مادر خودش نجات بده، مثلا تو مثلا فوت کردنش پدرش رو نجات بده، مریضی و اونا رو مثلا شفا بده، چجوری الان که زیر خاکه چجوری میتونه ما رو شفا بده؟ نمیتون. ما اونا رو نمیپرستیم، اونا اولیاء الله هستن، اونا عزیز هستن، ولی فقط بشری هستن مثل ما. درست. نه کم نه بیشتر. ببخشید من مزاحم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. این بیننده عزیزمون آیه ای رو که ذکر کردن، دوستان اگر اینجا در صفحه مانیتور نشون بدن، این از سوره کهف است، آیه 110. الله سبحانه و تعالی می فرماید قل، بگو ای محمد، به کی بگو؟ به مؤمنین، به مسلمانان. انما انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما. یوها الیه، فرق من با شما چی است که خداوند به من وحی میکنه، وگرنه من بشری مثل شما هستم. انما الهكم اله واحد، خدای شما خدای یگانه است. یعنی چی میخواد بگه؟ الله میخواد بگه که ای بشر، ای محمد، به این بشر بگو، به این مسلمان ها بگو، به این انسان ها بگو که من محمد بشری هستم، انسانی هستم مثل شما. فرق من با شما اینه که به من وحی میشه، من توسط وحی کنترل میشم. این یک فضیلتی بود که الله سبحانه و تعالی به پیامبر داده بود. من خدا نیستم. انما الهكم اله واحد، خدای شما اون خدای یگانه است. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که آرزوی دیدار پروردگارش را دارد، نیاد به من متوسل بشه، نیاد یعنی فکر بکنه که من میتونم اونو نجات بدم. فلیعمل عملا صالحا، عمل نیک انجام بده، عمل صالح تو رو نجات میده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و در عبادتش با پروردگار کسی رو شریک نیاره. این است. یعنی فکر نکنید که پیامبر، علی، حسن، حسین، ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر، فلان، علان، اینو میتونن ما رو نجات بدن. پیامبر میگه که ای فاطمه دختر محمد، خودت را از آتش جهنم نجات بده، هرچه از مال و دارایی من میخواهی بگو تا به تو بدهم، در روز قیامت نمیتوانم تو را نجات بدهم. چون این عمل هر انسان است که انسان رو نجات میده. شما هر چقدر که میخوای دوست داشته باش اهل بیت رو، عمل صالح انجام ندی، اهل بیت نمیان تو رو نجات بدن. الله اینجا خیلی خیلی آشکار میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده اگر میخوای که نجات پیدا بکنی، پیش خدا بری. و بعد از اون میگه که ولا یشرک بی عبادت ربه احدا، کسی رو شریک الله سبحانه و تعالی در عبادت قرار نده. این از ایمان واقعی و مسلمان واقعی. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمید. بله بفرمید. سلام علیکم. زنده باشه. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی. سلامت باشید. مجید هستم از افغانستان زنگ میزنم. مجید جان برادر عزیز بفرمایید. اولش تشکری میکنم از چینل از برنامه های اسلامی شما. سلامت باشید. دعا
دومش بعضی چینل ها هست درباره بله بعضی چینل ها هست بخاطر من امروز یک برنامه رو می دیدم درباره دین اسلام بسیار یک مفکوره دیگه دارن عیسوی ها هستن درست قدر بالای من فشار آمد که من به واتساپ شانم زنگ دادم جواب ندادن که دلم هم می خواستم خالی کنم اگه امکانش باشه همراه این دفعه در اشخاص شما یک مناظره بگیرین که به طور برنامه تا پخش کنید که ما ببینیم و بیاد در گمراهی روان است اما این که میخوان که مفکورای ما را تغییر بدن ایره خو اصلا نمیتونم اما این بر من یک مشکل بود و خواستم که همراه شما شریک بسازم تا که اگر امکانش بود از طریق برنامه شما یک جواب دندان شکن به می عیسوی هایی که درباره اسلام معلومات درست ندارن و توهین میکنن دین ما را یک جواب بدن که بتانیم که از خود دفاع کنه باشه بسیار خوب تشکر از شما مجید جان زنده باشید برادر عزیز تشکر از شما تشکر از برنامه زیبایتان زنده باشین الله یار نگهدارتون برادر عزیز ما بارها از اینا درخواست کردیم بارها درخواست کردیم که بیایید در برنامه زنده تماس بگیرید شبهاتتون رو مطرح بکنید ما پاسخ میدیم و ما برنامه‌ای داشتیم که استاد عبدالرحمن فاتح شبهات اینها رو پاسخ میدادن شما در یوتیوب اگر که برید در صفحه عبدالرحمن فاتح بنویسید سرچ بکنید در یوتیوب حتما صفحهشان رو خواهید دید که یک برنامه منظمی داشتن در شبکه وصال هم برنامه داشتن در مورد به عنوان بازسازی اندیشه رو ببینید در یوتیوب سرچ بکنید در کانال یوتیوب وصال حق میتونید که این برنامه رو نگاه بکنید که شبهات اینا رو مفصل ما پاسخ دادیم شما الان فرمودید که زنگ زدید جواب ندادن اینا جواب نمیدن اینا فقط حرف میزنن فقط دروغاشون شبهات رو تکرار میکنن ای نشخوار میکنن اینا رو اما اینکه بخواید که زنگ بزنید شما به عنوان یک بیننده به شما پاسخ ندادن به واتساپشون زنگ زدید به برنامه زندهشون زنگ بزنید به شما جواب نمیدن اینو جرأت این رو ندارن که اینطوری تلفن بگذارن جلوشون بیننده‌ها بتونن تماس بگیرن و صحبت بکنن بلکه میان همین شبه پراکنی میکنن و همون حرفای تکراری رو هر روز تکرار میکنن ما هم اینجا اعلان میکنیم هر کدوم از اینا که میخواد در مورد اسلام شبه پراکنی بکنه یا شبهی داره میتونه در برنامه آن روزه که تماس بگیره شبهش رو بگه و ما پاسخش رو خواهیم داد بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم علیکم السلام حال شما خوبه؟ سلامت باشید بیننده گرامی بفرمایید سلامت باشید. تشکر از شما. خواستم تشکر کنم از برنامه خوب و زندگی برخورد شما و این متانت شما و حوصله‌ای که به خرج میدید در رابطه با مسائلی که مطرح میشه توجه میکنید و پاسخ خیلی زیبا میدید. خواستم تشکر کنم از شما. زنده باشید. زنده باشید. لطف کردید. الله یار و نگهدارتون. خب دوستان اما توی خدمتتون عرض کردم ما یک اصلی رو که همیشه تاکید میکنیم که قرآن کریم رو بیم اصل قرار بدیم برای وحدت بین شیعه و سنی من حرف ملاهای ما رو بذارید کنار حرف آخوندهای شما رو بذارید کنار بیایید در قرآن رو من سنی و تو شیعه در یک جو دوستانه برادرانه مملو از اخوت اما یک نکته رو باید در نظر بگیریم که در پی حق باشیم نه اینکه بخوایم که توهین بکنیم اهانت بکنیم به هم دیگه مثلا بگیم آ من تونستم تو رو مثلا ساکت بکنم این نیست ما بیاییم با اخلاق با متانت با صبر با حوصله با هم دیگه بحث بکنیم و اصل رو قرآن قرار بدیم اصل رو سنت صحیح پیامبر قرار بدیم اصل رو به اصطلاح اون اقوال صحیح اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدیم مثلا من میام میگم بابا حضرت علی میگه که توسل به این چیزها بکنید آخون میاد میگه نه به اینو توسل نکنید شما برید به امام رضا توسل بکنید
هدف چیه میدونید؟ هدف اینه که شما بلند شید از شهرتون، برید اونجا در امام رضا، یک چند تومانی هم بندازید اونجا، بعد آخر سال این آستان قدس رضوی بیاد و این پولا رو جمع بکنه، بعد این آخونده برای خودشون ساختمون بخرن، آپارتمان بخرن، ماشین لوکس بخرن، فرزندانشون در اروپا آمریکا برای عیاشی برن، خودشون زندگی آنچنانی داشته باشن. به خاطر همین دارن تشویق میکنن، چون از این از اهل بیت دکان درست کردن، به نام اهل بیت دکان باز کردن. هدفشون این است. هدفی نیست که والله شما رو بخوام ببرم به جنت، میگم به جهنم، خدا کنه که همه بشر برن به جهنم، به ما جیب ما پر بشه. اینها برای خودشون دکان باز کردن. الان مثلا من یک مطلبی رو اینجا در لابلای صحبت دوست عزیزمون که داشت صحبت میکرد، من یک مطلبی رو اینجا باز کردم خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم. اینجا این رو دوستان اگر داشته باشن، این رو، این کتاب نهج البلاغه است و اینم شناسنامش و اینم به اصطلاح کلام 228. در اینجا آورده، در اینجا گفته که این به اصطلاح این مطلبی رو که حضرت علی فرمودن در مورد یکی از، در مورد سلمان فارسی. حالا بیدن نص فارسی شما برای شما بخونم. این رو گفته که ترجمه خطبه 228 در تعریف سلمان فارسی که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت. نوشته خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر داد که کجی ها را راست و بیماری ها را درمان و سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک و عیبی اندک درگذشت، به نیکی های دنیا رسیده و از بدی های آن رهایی یافت، وظایف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد و چنان که باید از کیفر الهی می ترسید خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت. خب این جملات را تاکید بکنید، نکته مهمی رو میخوام اینجا خدمتتون بیان بکنم. خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. الان اومدن در الان من خدمت شما نشون بدم اینجا در کدوم سال این کتاب چاپ شده. دوستان ببینید، این کتاب رو در بهار سال 1380 این رو چاپ کردن. در این کتاب اومدن این رو تحریف کردن، در حالی که اینجا این ویژگی های سلمان فارسی نیست، این ویژگی های عمر ابن خطاب است. در نسخه اصلی نهج البلاغه این ویژگی ها برای عمر ابن خطاب ذکر شده رضی الله تعالی عنه، و لحظاتی پیش یک برادر بیننده ای هم همین به همین مثلا حدیث حضرت علی اشارت کردن. خب سلمان فارسی کسی نبود که مثلا حضرت علی بگه که خود رفت و مردم را پراکنده بر جای گذاشت. یعنی این اشاره به کسی است که زعامت و رهبری مسلمان ها را به عهده داشت که نه گمراه راه خیش شناخت و نه هدایت شده به یقین رسید. خب سلمان فارسی همچین جایگاهی نداشت که جایگاه رهبر باشه، مرشد باشه، خلیفه باشه، امام باشه. این بحث اینجا از یک شخصیت مهمی است. الان ببینید که در یکی از علمای گذشته شیعه این رو در کتاب خودش، من خدمت شما نشون بدم، محمد جواد مغنیه، این رو در اینجا ببینید که چگونه بیان میکنه همین روایت رو. خب لله بلاء فلان، در اینجا میگه که این همین دقیقاً، حالا وقت کم است، من نص عربیشو نمیخونم، وقتمون به پایان رسیده. بعد میگه که اینجا مراد به فلان کی است؟ ابوبکر است. و همچنین گفتن که عمر هست و او و اشهر، و این که عمر هست این مشهورتر است. خوب دقت بکنید، این رو محمد جواد مغنیه در جلد سوم شرح نهج البلاغه دارالعلم در بیروت این رو چاپ کرده، فی ظلال نهج البلاغه، در اینجا میگه که آقا این ابوبکر است و یا عمر است، و عمر بودنش یعنی مشهورتر است. آقایون اومدن، آخوندها در الان اومدن به خاطر بغض و کینه و عداوتی که با اصحاب پیامبر دارن، این عمر رو خط زدن، گفتن نه خیر، این سلمان فارسی است. حتی سخنان حضرت علی رو به خاطر ایجاد عداوت و دشمنی در بین مسلمان ها دارن تحریف میکنن. این وضعیت این هاست. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی وحدت حقیقی و واقعی رو بین همه مسلمانان، همه اهل سنت و شیعیان و همه اطیاف مختلف اسلامی ایجاد بکنه که اساس و پایه آن
قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه. تا فرصت دیگر که باز هم با آن روی سکه در خدمت شما عزیزان خواهم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.